سرخط خبرها. لاری پر از جسد طالبان از ولایت پنجشیر انتقال داده شد. پهپادهای ناشناس امریکایی فرودگاه قندوز را بمباران کرده ایم. بزرگترین مسئول استخبارات طالبان کشته شد. انتقاد جبهه مقاومت از یونما: طالبان عاملان جنایات جنگی در افغانستان هستند. یک جوان در پنجشیر زیر شکنجه طالبان جان باخت. طالبان در پنجشیر 3 اسیر جنگی دیگر را تیرباران کردند. شورای مقاومت برای نجات: جهان طالبان را به عنوان گروه تروریستی بشناسد. ادامه باجگیری در ناهور غزنی: طالبان خواستار 200 میل اسلحه شده این. و طالبان در نشست شانگهای دعوت نشده این. سلام دوستان، به گزارش ویدیوی ما خوش آمدید. لطفاً تا آخر این ویدیوی مهم با ما باشید. ادامه باجگیری در ناهور غزنی: طالبان خواستار 200 میل اسلحه شده این. منابع محلی در ولایت غزنی می گویند که طالبان به باشندگان ولسوالی ناهور این ولایت هشدار دادند که 200 میل اسلحه های سبک و سنگین را به آنان تسلیم دهند یا پول آن را بپردازند. منابع روز چهارشنبه 23 سنبله می گویند که طالبان نام های 80 باشنده این ولسوالی را فهرست کرده و یک هفته مهلت دادند تا این مقدار اسلحه و یا در بدل آن پولی که میلیون ها افغانی می شود را به این گروه تسلیم کند. منابع افزودند که افراد فهرست شده از این ساحه فراری شده و 20 تن از موی سپیدان که برای حل این موضوع به مرکز ولسوالی رفتند از سوی ولسوال طالبان در این ولسوالی زندانی شدند. منابع تاکید دارند که تا اکنون از سرنوشت افراد بازداشت شده اطلاعات در دست نیست. گفتنی است که طالبان در 3 روز گذشته تلاشی خانه به خانه را نیز در این ولسوالی آغاز کرده اند. شورای مقاومت برای نجات: جهان طالبان را به عنوان گروه تروریستی بشناسد. شورای مقاومت برای نجات افغانستان از جهان می خواهد که پیش از این به طالبان فرصت ندهد و آنان را به عنوان یک گروه تروریستی بشناسند. این شورا روز چهارشنبه 24 سنبله در اعلامیه گفته است که طالبان صدها باشنده ولایت پنجشیر را تیرباران و قتل عام کرده و مرتکب نسل کشی شده این. در اعلامیه از سکوت مرگبار جامعه جهانی در قبال این وضعیت انتقاد شده و آمده که جامعه جهانی به جای مخالفت و تحریم این گروه به آنان بسته های پول نقد مفرستند و برخورد دیپلماتیک نامتعارف دارد. این شورا جنایات بشری توسط طالبان در پنجشیر را محکوم کرده و جامعه جهانی خواسته است که این گروه را تحریم کرده و به عنوان یک گروه تروریستی بشناسد. طالبان در پنجشیر 3 اسیر جنگی دیگر را تیرباران کردند. منابع محلی در ولایت پنجشیر می گویند که طالبان 3 تن دیگر از اسیران جبهه مقاومت را در این ولایت تیرباران کردند. به گفته منابع، طالبان این 3 تن را روز 3 شنبه 22 سنبله در منطقه ولسوالی در ولایت پنجشیر به قتل رساندند. منابع می افزایند که این 3 تن از افراد فهیم کماندو، یکی از فرماندهان جبهه مقاومت در پنجشیر بودند. گفتنی است که در هفته جاری این 30مین رویداد از تیرباران کردن اسیران جبهه مقاومت از سوی طالبان در پنجشیر است. روز دوشنبه 21 سنبله نیست، طالبان 8 اسیر جبهه مقاومت و شمول یک فرمانده این جبهه را در ولسوالی دره با دستان بسته تیرباران کردند. در رویداد دومی طالبان یک مرد کهنسال و یک اسیر جبهه مقاومت را از منطقه آن مرز ولسوالی خیمه بازداشت و سپس تیرباران کردند. طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. یک جوان در پنجشیر زیر شکنجه طالبان جان باخت. منابع محلی در ولایت پنجشیر گفتند
که یک جوان در این ولایت زیر شکنجه طالبان جان باخته است. منابع روز چهارشنبه 23 سنبله در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که این جوان شیرشاه نام داشت و در منطقه ولسوالی دره ولایت پنجشیر از سوی طالبان بازداشت شده بود. منابع می افزایند که شیرشاه زیر شکنجه طالبان جان باخته است. با گفته منابع این جوان کشاورز بود و با هیچ گروهی وابستگی نداشت. طالبان تا اکنون در مورد این ادعا چیزی نگفتند. پیش از این نیست طالبان ده ها غیر نظامی را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت در پنجشیر شکنجه کرده و به قتل رساندند. انتقاد جبهه مقاومت از یونما: طالبان عاملان جنایات جنگی در افغانستان هستند. صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، از یونما به این دلیل که طالبان را به عنوان عاملان جنایات جنگی ندانسته است انتقاد کرد. احمدی پنجشنبه شب 24 سنبله در صفحه فیسبوکش نگاشته است: با وجود این همه اسناد موثق که نشان دهنده تیرباران کردن اسیران دستبسته از سوی گروه طالبان است، یونما بدون نام بردن طالبان از نقص گسترده حقوق بشر در پنجشیر اظهار نگرانی کرده است. احمدی در ادامه افزوده است که جبهه مقاومت از یونما و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان توقع دارد تا بر اساس تعهد و ماموریت این نهاد در افغانستان جرأت نام بردن از گروه طالبان را داشته باشند و با محکوم کردن جنایت جنگی و ضد بشری این گروه از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند تا اقدامات فوری برای توقف این جنایت را روی دست بگیرد. و گفته احمدی، برای اینکه طالبان به عنوان عاملان جنایت جنگی شناخته شوند، خودشان مدارک ویدئویی معتبر از این جنایات را در فضای مجازی پخش کردند. همچنان نفیس نوری در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: تاجدین سرور چنین گزارش شده است: منابع در قندوز به من تایید میکنند که دیروز پهپاد ناشناس فرودگاه قندوز را بمباران کرده است. طالبان به دنبال این بمباران در حال انتقال وسایل نظامیشان از میدان هوایی قندوز به سمت ولسوالی چهاردره هستند تا در داخل خانه ها جا به جا کنند. لاری پر از اجساد طالبان از پنجشیر انتقال داده شد. تازه طالبان 60 جسد از جنگجویان خود را که در پنجشیر به هلاکت رسیدند از ولایت پنجشیر به تیرینکوت، مرکز ولایت اروزگان و دیگر ولسوالی های دهنرود و گیزاب اروزگان انتقال دادند. همچنان جبهه وطن دوست اعلام کرده آنها قاری صبغت الله، مسئول استخبارات طالبان برای ولسوالی سمکی ولایت پکتیا را به قتل رسانیدند. طالبان در نشست شانگهای دعوت نشدند. یکی از مسئولان هماهنگ کننده اجلاس سران شانگهای می گوید که از نمایندگان طالبان در نشست های پیشروی این سازمان دعوت نشده است. رحمت الله، هماهنگ کننده ازبکستان در امور اجلاس شانگهای، روز چهارشنبه 23 سنبله به رسانه ها گفته است که این سازمان نمی خواهد در حال حاضر روابط رسمی با طالبان داشته باشد. نشست سازمان شانگهای قرار است با شعار گفتگو و همکاری در جهان به هم پیوسته بر روزهای پنجشنبه و جمعه در شهر سمرقند واقع در مرکز ازبکستان برگزار شود. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب به ویدیو را لایک کنید.